از همون قدیما که بازی‌های ویدیویی ساخته می‌شدن تا همین امروز، خیلی از بازی‌ها یه سری آیتم دارن که باعث میشه نوار سلامت کاراکتر بازی بهبود پیدا کنه. توی این قسمت از برنامه لودینگ به سراغ اون آیتم‌های شفابخشی رفتیم که اگه تو شرایط مشابه توی دنیای واقعی ازشون استفاده کنید، احتمال مرگتون خیلی زیاد. توی بازی فاینال فانتزی معجون‌های مختلفی قرار داره که هر کدومشون عمل کرده مختلفی داره. مثلا فینیکس دان شما رو زنده میکنه، یا معجون ویتالیتی نوار سلامتتون رو بازیابی میکنه. هر جایی که باشین و هر فروشنده رو که میبینین، میتونین این معجون‌ها رو خریداری و ازشون استفاده کنین. اصلا مهم نیست داخلشون چیه، همین که اسم ویتالیتی روش خورده کافیه. دو واقعیت شما یه فروشنده رو ببینید که از ناکجا آباد سر راهتون ثبت شده و میگه آقا معجون شفابخش دارم میخری؟ تو هم میخری ازش؟ قطعا جوابتون نه. اگه چشم بسته و بدون هیچ اطلاعات کافی از چیزی که دارین میخرید اون معجون رو بخرین و بخورین، امکان داره به بدنتون آسیب برسه. اصلا شاید معجونی باشه که سیستم‌های عصبی و ارگان‌های بدن رو از بین ببره و بعد از گذشت چند ساعت بکشتتون. میشه دیگه. ماریو رو میشه مرد خستگی ناپذیر دونست، چون هرچی میدوه خسته نمیشه. یه جورایی مثل فارست گام تو سوپر ماریو 64، ماریو از هر ارتفاعی که میپرید هیچیش نمیشد و میرفت راحت شنا میکرد زیر آب و میگشت و گنج ها رو برمیداشت. بعدم که نفس کم میورد یا آسیب میدید، میومد روی آب تا نوار قدرتش پر میشه. حالا شما فرض کنید تو واقعیت وقتی از ارتفاع زیاد میفتین پاتون میشکن، آیا میتونین تو عمق آب شنا کنین؟ معلوم نه، اصلا نمیتونی به سطح آب بیای تا زنده بمونی، چون پاتون شکسته و خب با پای شکسته هم نمیشه شنا کرد. یکی از ویژگی های جالب بازی The Legend of Zelda Breath of the Wild سیستم غذا پختنش بود که بازیکنان میتونستن از ترکیباتی مثل گوشت استیک های خوشمزه ای درست کنن و بخورن تا جونشون پر بشه. حالا این وسط نکته ای که وجود داشت این بود که گوشت شما در سریع ترین زمان ممکن تبدیل به یه استیک خوشمزه میشد. تو واقعیت فکر کنید مثل لینک برین یه گراز رو بکشین و پوستش رو با هزار تا بدبختی بکنین تا بتونین یه تیکه از گوشتش رو ببرین. بعدش اونو بذارین تو ظرف تا سرخ بشه و بعد چند ثانیه برش دارین. قطعا یه سمت استیک یه کمیش پخته و اون سمت دیگهش خامه. خب خوردن همچین گوشتی نه تنها خوبتون نمیکنه، بلکه باعث میشه دل و رودتون گلاب بروتون بریزه به هم و حتی مسموم بشید و بمیرین. توی مکس پین موقعی که مکس تیر میخوره یا از ارتفاع میفته از قرصهای مسکن استفاده میکنه تا خون ریزیش بند بیاد و خوب بشه. ماشاءالله یه دونه هم که نمیخوره که یه بسته رو خالی میکنه. خب بیاین توی واقعیت این موقعیت رو شبیه سازی کنیم. مثلا شما از یه ارتفاع میفتی و پات میشکنه، یا بر حسب اتفاق خون ریزی داخلی پیدا میکنی، مثلا خون ریزی خارجی پیدا میکنی، بعد از خوردن مسکن یواش یواش دیگه دردی رو حس نمیکنی. اما مشکل اینه که هیچی بهبود پیدا نمیکنه و هنوز پاتون شکسته یا هنوز داره ازت خون میره و یواش یواش بدون حس کردن درد میرین اون داره. توی یه قسمت از داستان بازی فالات 3، لون وندرر توی یه پناهگاه زیرزمینی گیر کرده و پا شکسته. از یه سمت دیگه موجودای جهش یافته محاصرش کردن و لون وندرر چاره‌ای نداره تا از سرنگ‌هایی که تو جیب یکی از جسدهاست استفاده کنه و خوب بشه. تو واقعیت اگر از سرنگ‌هایی که نمیدونین توش چیه و ضد عفونی نشدن استفاده کنین، دو حالت براتون پیش میاد. حالت اول اینه که جابجا میمیرین و حالت دوم هم اینه که بعد از گذشت چند وقت یه بیماری ناعلاج میگیرین و بعدش میمیرین. یعنی کلن میمیرین. هیچ وقت تو زندگیتون از سرنگی که اصلا نمیدونین از کجا اومده و به کجا میره دست نزنین، چه برسه میگی اونو بخواییم به خودتون تزریق کنین. نکن آقا.